ایشون جناب اسماعیلی هستند سخنگوی قوه قضاییه گفتن ما واقعا زندانی سیاسی نداریم ما امروز واقعا زندانی از کنم خدمتون که سیاسی نداریم عجب ما زندانی سیاسی نداریم اصلا راه دور نریم سال 96 خودتون گفتید بالای پنج هزار نفر به جرم اعتراض در های ایران بازداشت شدن پس اونها اگر مخالف سیاسی نبودن پس کی بودن؟ اینها با گروه های تروریستی خیلی هاشون. با اصل نظام، با اصل انقلاب، با سرویس های جاسوسی در جریان نفوذ و غیر نفوز اینا همکاری داشتن همین، به همین راحتی یه برچسب تروریست زده به پیشونی هزار تا ایرانی که فقط در طول یه سال در ایران به جرم نارضایتی به وضع موجود بازداشت شدن اگر آمار سازمان عفو بین که میگه هفت هزار نفر رو قبول ندارید بریم سراغ آماری که خود نماینده مجلس ایران داده ایشون بعد از اعتراضات دیماه رفته زندان اوین بازدید کرده و بعد به نقل از رئیس سازمان زندان ها خبر داده که 4972 نفر در اعتراضات دیماه بازداشت شدن یعنی چی؟ یعنی دقیقا نزدیک به 5000 نفر فقط در طول یک سال حالا همه این 5000 تا تروریست و جاسوس و بانفوز و بینفوز البته از آب در آمدن کجا اونم توی شهر نقده؟ قهدیر کازرون اهواز هفتپه؟ یعنی این همه جاسوس تو این شهرها بودن یک کم و این حضرات روبدی فردا میگن کل ایران جاسوس و نفوذی هستن بجز بیت رهبری و چند تا نورچشمی در دولت و مجلس و قوه قضایی آغازاده های خودشون البته در خارج کشور حالا اینکه ایشون آقای اسماعیلی بیاد بگه ما در ایران زندانی سیاسی نداریم انقدر آدم عصبانی نمیکنه که شاکی شدن یه عده از اصلاح طلبان از حرفای آقای اسماعیلی میره رو اعصاب آدم حسابیا چرا چون اصلاح طلبان الان دارن میگن ببینید آقای اسماعیلی چقدر اخه که اومده صاف صاف توی چش دوربین نگاه میکنه و به دروغ میگه ما, ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. سیاسی نداریم عجب اگه آقای اسماعیلی با این مدل ریش بگه ما واقعا زندانی سیاسی در ایران نداریم خیلی بده ولی اگر یکم ریشش رو خط بندازه همچی با خط کش ترگل برگلش کنه دندوناش رو روکش سفید بندازه همچی برقی بیفته خند و لبخنداش آنچنانی بشه با انگلیسی خوشگلم صحبت بکنه و این شکلی با ریش پروفسوری هم صاف تو چش دوربین و خبرنگار و جهان نگاه کنه بگه ما هیچ کسی رو به جرم عقیدش زندانی نمیکنیم، اون وقت نداره We do ایشون اگر عینا مو به مو همون دروغ های اوشون رو تکرار بکنه یا تکرار بکنه ما میکنیمش امیر کبیر ایران مصدق ایران مندلای ایران اصلا پروفسور او بشر دروغ در صورتی رو جفت تخمه چشام اونجا داره که ریشت پروفسوری باشه آها بعضی هم ممکنه بگن که خب ظریف وزیر خارجه است عیبی نداره نمیتونه که بره خارج کشور در حین مذاکرات کلان هسته‌ای به وزرای خارجه کشورهای دیگه و بقیه رسانه‌ها و خبرنگاران بین‌المللی بگه بله ما در ایران همه رو به جرم عقیده‌شون زندانی میکنیم لطف پار می‌کنیم شکنجه میکنیم نمیشه که ظریف که نمیتونه این کارا رو بگه کارش اصلا این نیست خب رئیس جمهور چطور رئیس جمهور میتونه دروغ بگه و اشکالی نداره یعنی یه عمر به ما همینه گفتن که اسماعیلی و اژه و رئیسیا ها دروغ بگن بدتر فاجعه تره ولی ما اگه دروغ بگیم خوبه حالا عینا همون دروغا فقط به انگلیسی تکرار میشه Being a Baha'i is not a crime We do not recognize somebody as a Baha'i as a religion But that's a belief Somebody can be uh, agnostic Somebody can be an atheist We don't go take them to prison because they are an atheist دیدین؟ اینجا ایشون صاف تو چشای دوربین نگاه کرد گفت ما هیچ کسی رو هیچ کسی رو به جرم اینکه بهایی زندانی نمی کنیم. راست میگه خب تو ایران اینکه بهایی باشی حق تحصیل نداشته باشی حتی حق داشتن یه گورستان رو هم نداشته باشی حتی اگه بریزن خونت رو تخریب بکنن در خونت رو, رو شعار بنویسن خودت رو به جرم اینکه جشن گرفتی یا هر کاری مغازات پلم بکنن همه اینا تو خواب اتفاق میافته تو عالم واقعیت اصلا همین هفته فیلمی دستم رسیده که نشون میده می در یک اقدام تلخ و وحشتناک ماموران داره اما که ریختن تو خونه سالمندان در گل شهر کرج که پلمپش کنه چرا چون این خونه, دیده خونه دیده سالمندان متعلق به هموطنان بهاییه و توسط یه هموطن بهایی دیگه می هم میشه با هم ببینید گزارش شهرون رو از دل ایرانی که هیچ کس هیچ کس به جرم عقیدش زندانی و تحقیر نمیشه اینجا یه خانه سالمندانه که سالمندان باهایی رو نگهداری میکنن در گلشهر کرج متاسفانه میخوان اینجا رو پلوم بکنن به خاطر چی؟ فقط به خاطر اینکه اینا باهایی هستن وزیر اکسیژن سلام مسیح جون اینجا روستای مازگونه روستایی که تمام ساکنانش باهایی هستن و این قسمتی که میبینی قسمتیه که گلاب میگرفتن ساکنین اینجا ولی اومدن اخیرا خراب کردن و پلم کردن اینجا رو و اجازه ندادن که امرار معاش بکنن از این طریق جمهوری اسلامی مامورا ریختن توی روستای مازگون از توابع غمسر کاشان و وسایل گلابگیری دو خانواده بهایی رو ضبط کردن جان من فقط این خبر رو خودتون بر خودتون تکرار کنیم وسایل گلابگیری دو خونواده بهایی رو اینجا ضبط کردن دیگه دیگ های گلابگیری رو جمع کردن بردن و یه خرابه از خودشون به جا گذاشتن تن و جان سالمندان بهایی رو توی روزهای آخر عمرشون لرزوندن اون وقت میرن خارج تیپ میزنن ریش پروفسوری انگلیسی آنچنانی و میگن کی گفته تو ایران بهایی رو آزار میدیم؟ شما تمام وجودت آزاره وقتی پاتو میذاری رو پیکر زخم خورده یه ملت و با انتخاب میون بد و بد در رای میاری که بری به دنیا دروغ بگی که ما زندانی سیاسی نداریم ما به رو زندانی نمی کنیم. ما آزادی بیان داریم اصلا من خودم اعصابم هم چین زریف داره له میشه و بعد تازه طرفدارانش هم خیلی زریف بیان یقه ما رو بگیرن که برای چی دوربینت رو اسلحه میکنی؟ برای نشون دادن اسلحه های واقعی که قلب و جان و جهان یک ملت رو نشونه رفته آه. به ما میگن دوربینت رو دستت نگیر نرو نشون نده که جمهوری اسلامی دستگاه گلابگیری با رو زفت کرده از کتک دختر 15 ساله تو پارک فیلم نگیر حرف نزن از بیپناهی سالمندان بهایی که آخر عمری تو استرابن که کی میندازنشون بیرون فیلم نگیر از زندانی شدن زنانی که شالهای برفراشتشون اصلحشون شده علیه این همه سیاهی و ظلم و خشونت حرف نزن از تیر خوردن کولبرهایی که نون صفرشون گلوله شده چیزی نگو که مبادا جنگ طلبها سو استفاده کنن عجب شما خودت سردار جنگی علیه ملت خودت که انقدر ظریف و لطیف جای تیر و ترکش رو رو تنه ملت استتار میکنی تا هیچکس نبینه و اونی که اصله واقعی دستشه بازم بتونه بزنه همه رو زخمی و لطا پار کنه جای گلوله و باتوم و تناب دار و اسلحه واقعیتون درد میکنه رو تنه کسایی که فقط یه دوربین دارن که به دنیا نشون بدن شما با ما چه کردید ستار من عزیز من مامان خوبم عزیزم مامان